اگه دوست داری بدونی چجوری باید کرم پودر بزنی که روی صورتت کیکی نشه، این پست رو تا آخر نگاه کن. اولین مرحله بعد از شستن صورت استفاده از تونر برای کوچکتر شدن منافذ پوست. بعد از تونر آبرسان میزنم و خوب روی صورتم ماساژ میدم. دقت کنید که حتما از آبرسان مرطوب کننده باید استفاده کنیم. بعد از اینکه آبرسان رو روی پوستم خوب ماساژ دادم، کرم دور چشمم رو میذارم و به صورت ضربه‌ای و آروم دور چشمم پخشش میکنم. این کار باعث شفافیت دور چشم میشه. بعد از این نوبت پرایمری که اونم باید به صورت ضربه‌ای روی پوست گذاشته بشه و حواستون باشه بین همه اینا باید یه زمانی رو بذارید که روی پوست کاملا بخوابه و با هم قاطی نشه یا به اصطلاح نماسه. بعد از اینکه پرایمر خوب جذب پوستم شد، با یه براش کرم پودر روی صورتم پخش کردم و بعد با یه بلندر فیکسش کردم. حواستون باشه حجم کمی از مواد استفاده کنیم که میکاپ روی صورت ماندگاری بالایی داشته باشه. بعدم برای زیر چشم، تیغه بینی و کلن جاهایی که دوستم بیشتر دیده بشه رو از کانسیلر استفاده میکنم و بعد با بلندر بلندش میکنم. و در آخر با مقدار خیلی کمی از پنکیک یا پودر فیکس کل صورتم رو خشک میکنم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک، سیف، کامنت، شیر یادت نره.